ابزاری که شیطان ازش استفاده میکنه یکیش غضبه غضب فشار آمدن انسان به خودش را در راه نادرست به کار گرفتنشه ما در برخوردامون و در ارتباطامون با دیگران طبیعتا با افراد گوناگون برخورد داریم در هر زدن هامون در معاشرتهامون هامون لذا به همین دلیل ما کشیده میشیم عملا به اینکه با هم به اصطلاح بگو مگو داشته باشیم و حرکت های اتفاق میفته که باید جواب طرف را بدیم این جواب دادن وقتی که به حالت شدت میرسه همون غضبیه که شیطان ملعون به عنوان ابزار استفاده میکنه که قرآن میفرماید او در صدد برآمد ان یوقع بینکم العداوت و البغوا در صدد برآمد که بین شما دشمنی و کین توزی را به کار بگیره و شروعش از همین جاست لذا فرمودن در برخورده ها از این صفت خودتون را دور بکنید چون شیطان شاد میشه وقتی که این حالت برای شما پیش میاد لذا آقا امیر سلام الله علیه میفرماید الغضب نور نار موقده غضب یک آتش برافروخته است هر کسی این غضب را فروکش کرد و خاموشش کرد این ارزش پیدا کرد و هر کسی رهاش کرد این آتش میزند اطرافش را پس ما باید از این حالت استفاده بکنیم که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی که ابن عباس را به عنوان فرماندار بصره تعیین کردن به او فرمودن ایاک والغضب فانه طیره من الشیطان بپرهیز از غضب چرا چون این بالی از بالهای شیطان یعنی شیطان میخواد پرواز بکنه در وجود من و شما به چه پرواز میکنه یکی از ابزارش غضبه غضبی که انسان را وادار میکنه که در مقابل به طرف پرخاش بکنه و جواب بده و او هم جواب بده و این نزاع و دعوا به اصطلاح در بگیره لذا شخصی در محضر امیر به قنبر که خدمتگزار امیر المؤمنین بود ناسزا گفت او میخواست غذابش را شعلور بکنه و جواب او را بده امیر سلام الله علیه بهش فرمودن غم بر ساکت باش و او را رها کن جوابش نده چرا چون با این کارت که غضب را فروکش می کنی خدا را راضی می کنی و شیطان را به غضب میاری یعنی تو که غضبت را فروکش کنی خدا راضی میشه از تو و شیطانی که میخواست غضب را در وجود شما شعل ور بکنه و شما را به جان هم بیندازه او غضب میکنه که چرا من نتوانستم غضبم را غضبش را شعل ور بکنم و او را به دشمنی و بدارم فوالذی فلق الحبه به خدا را قسم میخورم به کسی که دانه را شکاف و ما ارض المؤمن ربه به مثل الحلم ولا از خط الشیطان به مثل سمت هیچ بنده ای خدا را راضی نکرد به اندازه کسی که بردباری بکند در مقابل کسی که او را به غضب آورده و هیچ کسی شیطان را به غضب نیاورده به اندازه کسی که ساکت بشود در مقابل آنکه که او را به ناسزا و بد تعریف بکنه یعنی برخورد با او بکنه به واسطه ناسزا و بدگویی اما من در مقابل او هیچ برخوردی نداشته باشم جز با بردباری بردباری و سکوت در مقابل این خلافی که او انجام داده که میبینیم در زندگی ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین این جهت نشانگر عظمت آنهاست که اون مرد شامی میگه وارد شدم به مدینه دیدم یه آقای عده ای همراهش هستن سوال کردم این کیه این حسن ابن علی او که امام حسن رو نمیشناسه سعایت ها و دشمنی های معاویه علیه لعائن الله نسبت به خاندان رسالت امیر المؤمنین و فرزندانش او را این چنین قرار داده که شروع کرد به امام مشتبا ناسزا گفتن حرفاشو که تمام کرد حضرت با بردواری فرمودن گمان کنم در این شهر غریبی اگر خانه نداری می توانی در خانه ما مهمان بشی اگر مرکب و وسیله نداری ما مرکب برات تهیه می کنیم اگر غذا می خواهی ما بهت غذا میدیم. میتونی می, دیم. می توانی تا وقتی که در مدینه هستی مهمان ما باشی اون نگاه به امام مجتبی سلام الله علیه از سخن گفتن خودش خ... پشیمان شد و خجالت کشید و از بردباری امام مشتبه که در مقابل اون حرف های نابجایی که او زده بود شرمنده شد آمد منزل امام مشتبه سلام الله علیه چند روزی که در مدینه بود روزی که خاص بره به امام مشتبه عرض کرد آقا جان اون روزی که آمدم به مدینه اگر از من سؤال می کردن مغزوب ترین افراد برای تو چه کسی هست می گفتم حسن ابن علی اما امروز که دارم از کنار شما جدا میشم با علاقه فراوانی که به شما دارم محبتی که به شما پیدا کردم اگر از من سؤال بکنن عزیزترین کسی را که در زندگی داری چه کسیه میگم حسن ابن علی این نتیجه فرو بردن غضب و آرامش در مقابل سخنان نابجایی که اون جوان و اون مرد شامی یا هر کسی که نسبت به ما این برخورد داره در زندگی ما اگر کسی هست داره با ما این چنین رفتار میکنه با بزرگواری و بردباری اگر با او برخورد بکنیم ما بینی شیطان را به خاک مالیدیم و خدا را راضی کردیم که رضایت خدا باید برای ما برتری پیدا بکند بر همه رضایت ها مخصوصا در باب غضب خداوند متعال به ما کمک بکند تا حالت بردباری را در خودمون روز به روز بیشتر بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد